صنعت خودروسازی ایران در پیچ خطرناک، نگرانی از بیکاری 450 هزار نفر و کاهش 80% تولید. پایان 22 سال مناقشه بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، سران 5 کشور ساحلی بر سر سازوکار تقسیم دریا توافق کردند. و نوای صلح از ساز نوازندگانی از خاورمیانه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. احتمال بیکاری 450 هزار نفر، کاهش 80% تولید خودرو و توقف تولید چند خودروی سواری، این سرخط بعضی از خبرها از ایران بود کمتر از یک هفته بعد از شروع تحریم‌های آمریکا. آن هم صنعتی که بعد از نفت بزرگترین صنعت در ایران است و گفته می‌شود خانواده حدود 850 هزار نفر مستقیم یا غیر مستقیم از آن نان می‌خورند. اما چقدر این مشکلات به تحریم‌ها مربوط است و چقدر به نوسانات ارزی؟ چه راهی پیش روی این صنعت قرار دارد و آیا راهی برای پویایی صنعتی وجود دارد که در انحصار دو شرکت عمده است؟ جزئیات بیشتر از مجید خیام دار. نبض صنعت خودروسازی ایران به شمار افتاده، صنعتی که صدها هزار نفر در آن مشغول کارند. دو ماه پیش دبیر انجمن صنایع قطعه سازی ایران هشدار داده بود که وضع رو به وخامت است. تا کنون حدود 50 واحد قطعه سازی تعطیل شده و این روند رو به رشده. ما حداقل در انجمن روزی 20 تا 30 تا شکایت داریم که ما چجور میتونیم مطالبات رو بگیریم. حالا قطعه سازان میگویند که در معرض تعطیلی کامل قرار گرفتند. هشدار دادند که اگر کمک فوری دریافت نکنند از ماه آینده تولیدشان متوقف می شود و 450 هزار نفر بیکار می شوند. تولید خودرو هم 80% کم می شود. مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز که در آستانه بازگشت تحریم های آمریکا شدت گرفت باعث شده آنها اعلام خطر کنند. قطعه سازان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مسئول اصلی این وضعیت می دانند. شاکی‌اند که برای وارد کردن مواد اولیه از خارج با دلار 4200 تومانی ثبت سفارش کردند، ولی دولت حالا دلار را با آنها 9000 تومان حساب می‌کند و از آنها می‌خواهد مابه و تفاوتش را پرداخت کنند. می‌گویند که پول کافی برای تسویه حساب طبق نرخ جدید را ندارند. انجمن قطعه سازان خودرو از دولت درخواست 10000 میلیارد تومان کمک کرده. همزمان از شرکت‌های خودروسازی داخلی خواسته که محصولات قطعه سازان را دوباره قیمت گذاری کنند، چون قیمت تمام شده قطعه ها بالا رفته، در مواردی تا 100%. ولی اگر خودروسازان قطعات را گرانتر بخرند، خودروها هم گرانتر خواهند شد. نایب رئیس انجمن قطعه سازان برآورد کرده که قیمت پراید به 43 میلیون تومان برسد و قیمت پژو 405 به 70 میلیون تومان و در آن صورت بسیاری از مردم توان خرید آنها را نخواهند داشت. قطعه سازان پیشنهاد کردند که قیمت خودرو آزاد شود تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود. نوسان شدید قیمت دلار باعث شده قطعه سازان نتوانند تولید مستمر داشته باشند. گفته شده که تا به حال 14 هزار نفر در این صنعت بیکار شدند و آنهایی که مشغولند کمتر کار می کنند. علی ربیعی وزیر کار پیشین ایران که مجلس هفته گذشته برکنارش کرد، چند روز پیشتر گفته بود که اگر دولت کاری نکند تحریم‌های جدید ممکن است 1 میلیون نفر را بیکار کند. او مشخصاً به آسیب پذیری صنعت خودروسازی اشاره کرده بود. صنعتی که سرنوشتش به سرنوشت ده ها صنعت دیگر و کسب و کار صدها هزار نفر گره خورده. مجید خیام‌دار، بی بی سی. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رهبران سه کشور دیگر حاشیه دریای خزر بعد از بیش از 2 دهه بلا تکلیفی کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند. بر اساس این کنوانسیون اصول کشتیرانی و برداشت از منابع طبیعی این دریاچه مشخص شده و فعالیت نظامی کشورهای دیگر در دریای خزر ممنوع شده، ولی این کنوانسیون مرز دقیق آبی کشورها و سهم آنها از بستر دریای خزر را مشخص نکرده و آن را به توافق بعدی موکول کرده. جزئیات بیشتر از شهریار سیامی. روسیه فدراسی ولادیمیر پوتین
آنچه بعد از بیش از 20 سال سران رئیس جمهوری های 5 کشور حاشیه دریای خزر امضا کردند و اسمش را کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گذاشتند، اصول اولیه توافق بین کشورهاست بر سر بسیاری از مسائل حل نشده از جمله سهم هر یک از این بزرگترین دریاچه جهان. اما تعیین سهم هر یک از این کشورها به آینده و توافق‌های بعدی موکول شده. بر اساس مرز آبی بین کشورها که در کنوانسیون قید شده، آب‌های سرزمینی نباید از 15 مایل دریایی یا 28 کیلومتر فراتر از خط مبدأ باشد. هرچند خط مبدأ تعریف حقوقی مشخصی دارد، آقای روحانی گفته ایران بعداً برای تعریف خط مبدأ با همسایگانش توافق می‌کند. گرچه ما خط مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مزرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. قبل از فروپاشی شوروی بر اساس قرارداد 1921 مشترکاً از این دریا استفاده می‌کردند، ولی هیچ خط مرزی مشخصی تعیین نشده بود. بعد از فروپاشی شوروی 5 کشور حاشیه دریای خزر خواهان رژیم حقوقی جدیدی شدند که به توافقی نرسیدند. پیشنهاد ایران برای تقسیم مساوی دریای خزر هم رد شد. از آن پس در مورد مسائل دریای خزر بر اساس توافق هر 5 کشور تصمیم گرفته می‌شد. مثلا در مورد راه حل ایران برای مبارزه با شانه‌دار مهاجم دریای خزر که نوعی ژله ماهی آسیب رسان به اکوسیستم خزر بود، روسیه مخالفت می‌کرد و نتیجه آن کاهش شدید صید صنعتی کیلکا و حتی سایر ماهیان به ویژه در سواحل ایران شد. در مقابل ایران و روسیه مخالف ایجاد خط انتقال گاز یا نفت در کف دریا بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بودند. از ابهاماتی که حل و فصلش به آینده موکول شده، درصد سهم کشورها از دریای خزر است. مثلا معلوم نیست که آیا آبهای سرزمین ایران 20% کل دریاست یا چیزی بین 11-13%. آنچه مشخص است این است که کنوانسیون امروز بیشتر از هر چیز توافقنامه امنیتی است و تضمین اینکه پای حضور نظامی کشورهای دیگر از جمله آمریکا به خزر باز نشود. امروز در این سند تصریح کردیم بر اینکه سرزمین هیچ کشور ساحلی دریای خزر نمیتونه علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره برداری قرار بگیره. این به معنای تثبیت امنیت دریای خزر بود که برای همه ما حائز اهمیت بود. ضمن اینکه روسیه فراتر از این توافق خواستار گفتگو در مورد نگرانی‌های امنیتی دیگر است. با توجه به اینکه موقعیت دریای خزر به مناطق مشکل دار و قلمروی تروریسم بین المللی یعنی افغانستان و خاورمیانه نزدیک است، لازم است گفتگوهایی را در این مورد انجام دهیم. کشور ما قصد دارد در این مورد همکاری‌های خدمات ویژه، نیروهای مرزبانی و ارتباط وزرای خارجه را افزایش دهد. اما قرار است برای تعیین آب‌های سرزمینی کشورها با یکدیگر به توافق برسند که شانس دیگری به ایران می‌دهد که در آینده شاید سهم بیشتری از دریای خزر داشته باشد. شهریار سیمی، بی بی سی. یکی دیگر از هنرمندان نسل اول سینمای ایران آخرین پرده زندگیش را بازی کرد. هنرپیشه‌ای که فیلم گاو را سر زبان‌ها انداخت و برایش هم اولین جایزه خارجی سینمای ایران را کسب کرد. عزت‌الله انتظامی کارنامه درخشانی دارد. بازی در فیلم‌هایی مثل آقای هالو، پستچی، دایره مینا پیش از انقلاب و اجاره نشین‌ها، هامون، حاجی واشنگتن، ناصرالدین شاه، آکتور سینما بعد از انقلاب. عزت‌الله انتظامی 94 سال داشت. نعیمه نامجو نگاهی کرده به زندگی هنری آقای بازیگر. مالیکم مشتی. اولین باری که جلوی دوربین رفت و در نظر خیلی ها یکی از بهترین بازی هایش مشت اسلام، این چه کاری بود که کردی؟ پای عزت‌الله انتظامی بعد از سالها بازیگری تئاتر در پنجمین دهه زندگیش به سینما باز می شد با کاری از داریوش مهرجویی گاو. من اینجا نشستم مواظبم.
بعد از آن هم فیلم‌های دیگری مثل آقای هالو. با وجود سالها تجربه در تئاتر و بعد از آن هم سینما، احساس می‌کرد یک چیز کم است: تحصیلات دانشگاهی. انتظامی سال 1348 وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد و با نوشتن پایان نامه پیش پردخوانی در ایران فارغ التحصیل. هرچه نامش بیشتر بر سردر سینما ها می رفت، هنرش بر عده بیشتری معلوم می شد. بیش از 10 فیلم در کارنامه داشت که کارش را با علی حاتمی، کارگردان سرشناس ایرانی، برای ساخت هزار دستان آغاز کرد. بازی مختص کودکان نیست. بازی علائم عینی تمنیات باطنه. در واقعیت بازی در نقش خان مظفر نمایش دیگری از توانایی های او بود. کی به شما اجازه داده بیان اینجا؟ عزت الله انتظامی نشان داد که میتواند در ژانرهای مختلف موفق باشد. خاتم اش میگیره، رنگ میشش میگیره. از عباس آقای اجاره نشین ها گرفته تا نقش ناصرالدین شاه در کمال الملک. چکی بافتن از کلاف رنگ و سرانگشت قلم. اما فقط در نقش های اصلی و پررنگ نمی درخشید. همین؟ در سال 1380 در خانه روی آب دومین فیلم از سگانه مرگ بهمن فرمانا را ظاهر شد. انتظامی در آن فیلم نقش پیرمردی را بازی می کرد که روزگارش در خانه سالمندان می گذشت. در سالهای نسبتاً پرکارش در سینمای ایران جلوی دوربین بسیاری از کارگردانهای مطرح رفت. من دیگه کارهای کوچیک برای آدمهای کوچیک نمی‌کنم. مینای شهر خاموش به کارگردانی امیر شهاب رضویان یکی از آخرین فیلم‌های او بود. اما همکاری این دو به همین فیلم محدود نشد. آنها روزی هزار بار می‌میرند تلاش انتظامی و رضویان بود برای جلوگیری از قصاص جوانانی که زیر سن قانونی به اعدام محکوم شده بودند. من خیلی دلم می‌خواد امشب برم راحت بخوابم. عزت الله انتظامی خرداد 1303 در تهران به دنیا آمد و در نوجوانی موقعی که دنبال کار تابستانی می‌گشت سر از تئاتر درآورد. شخصیت او به عنوان یک بازیگر در همان دوران شکل گرفت. حضور و تأثیرش در تئاتر کمتر از نقش او در سینمای ایران نبود. آنطور که بعضی او را می نامند آقای بازیگر، این آخری ها کم کار شده بود. هوای تهران دیگر مثل سالهای کودکی با او مهربان نبود. آلودگی هوا باعث شد از خانه‌اش برود و آن را برای ساخت موزه به دست دیگران بسپارد. الان ماه در میاد. خانه‌ای که برای عزت الله انتظامی پر از خاطره روزهای بیخوابی برای تمرین دیالوگ ها و رفتن در نقش تازه بود. هنرمندی که می گفت نقش هایش را زندگی می کرده، نه بازی. وقتی مادر اومد براش آب می برم. خب اگه مادر نیومد چی؟ هر وقت گاو من تشنش بشه ما هم در میاد. مشکل کم آبی و ریزگردها در سیستان و روستاهای آن بسیاری را مجبور به کوچ کرده. بیشتر مردم این منطقه کشاورز و دامدار و یا ماهیگیر بودند که با این کم آبی بی سابقه حالا قادر به ماندن نیستند و به شهرهای بزرگتر مهاجرت می کنند. برای مدتی فرمانداری ها جلوی کامیون های حمل بار مردمی که قصد اسباب کشی داشتند را می گرفتند و الان هم کماکان چنین است، اما کسانی که مجبور به رفتنند راه را پیدا می کنند. در بعضی روستاها از 300 خانوار تنها 10 خانوار باقی ماندند. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. خانه هایی که زیر شنها و ریزگردها مدفون شدند. خشکسالی 20 ساله و بادهای 120 روزه‌ای که حالا نزدیک به 200 روز در گوش شهر زوزه می کشد و پوست خشکیده تالاب هامون را هم همراه دارد و به چشم مردم این منطقه می کند. سیستان و بلوچستان. قطع شدن حقابه از افغانستان و کشیدن دیوار امنیتی هم مزید بر علت شده و بلای جان مردم و از دلایل سرعت بخشیدن به مهاجرت در این منطقه.
خدا رو شکر کن الان روستا مولا علی برو یک خونوار نمیبینی، یک خونوار روستا مولا علی 200-300 خونوار بود، الان یک خونوار نمیبینی، هیچ کی نیست اونجا، بزرگترین روستا اونجا. گفته می شود حدود 300 روستا در زابل از سکنه خالی شده و در بعضی روستاها تنها 10 یا 20 خانوار باقی ماندند. آنهایی که ماندند یا پیر هستند و پای رفتن ندارند و یا از لحاظ مالی قدرت مهاجرت. مهاجرانی که روزی کشاورز و دامدار و یا ماهیگیرانی بودند که تالاب هامون محل رزقشان بود. اینجا 200 خونه اینجا بوده. همش بارکت رفت، مازندران رفت، گرگان رفت. مشهد رفت، یزد رفت، کلن اینجا فقط 20 خونه مانده اینجا. 20 خونه بیچاره و در بدن است، هیچی نداره. این پول یارانه ایم که میده، از این پول آب و برق ما بیشتر نمیشه. فهمیدی آجی؟ این دریاچه بوده اینجا، اینجا کشت بوده، پالیز بوده اینجا. که روز چند کامیون از اینجا بار میکردن میبرده، آلا یک گلو ما نداره که بخوره. جمعیت هلال احمر بسته هایی را برای کمک به مردم این مناطق فرستاده. اما عزیز سارانی نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها گفته که بسته های حمایتی هلال احمر دردی را دوا نمی کند و مردم مدت هاست چشمشان به گوشت و برنج نخورده. طرح ملی نظر آب هم از دیگر کمک های هلال احمر برای آبرسانی به این منطقه است که با سیستم سقایی آب شرب را به روستاییان می رساند. اینجا باغ جمال بلوچ است. او در شرح عکسی که برای ما فرستاده گفته اینجا باغ خودمان در روستا است. زمانی سرسبز و زیبا بود و پرتقال و نارنگی و انبه می کاشتیم و تا همین 3 سال پیش از محصولاتش مصرف می کردیم. ولی امروز خشک خشک است. دیوار امنیتی مرز ایران و افغانستان که قرار بود به امنیت مردم کمک کند حالا سدی است برای دسترسی بسیاری که زمینهایشان آن طرف دیوار واقع شده. زمینشون الان اوبر مرز مانده، اوبر دیوار نمیتونن برن زمینشون رو کش کنن چون از این ور دیوار تیراندازی میکنن. آب و ماده پشت گوره واستاده، 2 متر آب اونجا هسته، اینجا از خاک ها ما کور شده، اینجا همه خاک و همه دربدر و بیچاره هست. ما این گوره را زد، برجکار هم زد، حالا کسی نمیتوند 2 کیلومتر ما اونجا گسپنده را میبره، مامورا میگیره میبره پاسگاه. مهاجرت به شهرها برای آنها که میتوانند آخرین امید است، اما آنجا هم شرایط مناسبی برایشان فراهم نیست. من خودم یه شهروند بلوچ هستم، در شهر چابهار زندگی میکنم. خودم از نزدیک شاهد هستم که روستاهای اطراف از سرباز بگیرید، منطقه دشتیاری و نیکشهر، زرآباد با خردسالی های بسیار سنگینی روبرو هستند و مردم به طرف شهرها دارن مهاجرت میکنند. وقتی به طرف شهرها هم میاند نمیتونن جای مناسبی رو برای خودشون فراهم بکنن، کسب و کار درستی رو برای خودشون فراهم بکنن و مجبور میشن به حاشیه شهرها رانده بشن. واقعا نزدیک داریم میبینیم که مردم تو گرمای چابهار در حاشیه شهرها بدون بر، بدون سرپناه مناسب چجوری دارن زندگی میکنن. نبودن مدیریت واحد در زمینه آب هم به کم آبی در این منطقه کمکی نکرده. طرح‌هایی چون چاه‌های ژرف و خط انتقال به زمین‌های سیستان با بودجه 350 میلیارد دلاری، طرح‌هایی به نظر هیجان انگیز اما تا امروز غیر عملی بودند. سرزمینی با قدمتی طولانی که روزی از جاذبه های گردشگری ایران محسوب می شد، امروز حتی مردمش دل خوشی برای ماندن ندارند. نتیجهش تخلیه بیشتر شهرها و روستاهاست که می تواند روی امنیت مرزی ایران و افغانستان هم تأثیر گذارد. آنایتا شمس، بی بی سی. در افغانستان بسیاری از بازرگانان افغان نگران تأثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا بر تجارتشان با ایران هستند، اما دولت امیدوار است این تحریم‌ها بر توسعه بندر چابهار و استفاده افغانستان و هند از این بندر تأثیر نگذارد. جزئیات بیشتر از نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل. از ایران به اینجا رسیده پرمشتری و ارزان‌تر فرش‌های ایرانی که سال‌هاست در بازارهای افغانستان رنگ و رخ کشیده. اما بازگشت تحریم‌های ایران شاید معاملات تجاری این دو کشور را با مشکل روبرو کند. ما فابریکا داریم به ایران، فابریکایش برقش از ایران است،
دیگه او مواد اولیه‌ای که ما میاریم اگه اینا تریما بیای خو تقریبا از 15000 گرفته تا 20000 25000 کارگر که با پارک سنتی ایران کار ایراد کار میکنه اینا همه بیکار میشه. قسمتی از نیاز بازارهای افغانستان را کالاها و اجناس ایرانی تأمین میکند. 70% اجناس اینجا ایرانی هستند، از مواد خوراکی گرفته تا لوازم خانه. حالا سوال این هست که اگر افغانستان هم آمریکا را در تحریم ایران همراهی بکنه، جای این اجناس را چه کالاهایی پر خواهد کرد؟ افغانستان چهارمین مقصد صادراتی برای ایران است. ایران ارزش 1 میلیارد دلار کالای غیر نفتی را فقط در 4 ماه اول امسال به افغانستان صادر کرده، در حالی که افغانستان در این مدت در حدود 4 میلیون دلار صادرات به ایران داشته. مقام های افغان هنوز هم امیدوارند که آمریکا مزاحم داد و ستد آنها با کشور ایران نشود، اما میپذیرند که افغانستان در حوزه های مشخص از جمله معاملات بانکی با ایران متاثر خواهد شد. ما از طریق سویفت بین‌المللی یا سیستم بانکداری بین‌المللی و انتقال پول پرداخت نمیتونیم، چون این پول ها میره به آمریکا و در نیویورک کجا بعد از کلیرنس شد یا مجوز صادر شد باز میاد به حساب دیگه. ما مجبور هستیم که جنسی که از اون میخریم پول خود نقد فیزیکی باشون بدیم، یا ایست که ایر از طریق حواله که سیستم عنانوی خدمات پلیس انجام بدیم. بسته شدن احتمالی بندر چابهار ایران بر روی صادرات افغانستان نگرانی دیگر کابل است. کابل پیشتر از واشنگتن خواسته بود که در شرایط جدید تحریم های ایران روابط تجاری این دو کشور را استثناء قائل شود. تحریم های وضع شده بر ایران می تواند روی افغانستان اثر منفی بگذارد. هرچند حالا ما برای تجارت و ترانزیت متکی به یکی دو کشور نیستیم. درهای ترانزیت ما با آسیای مرکزی باز شده. با آن هم افغانستان به همکاری کشورهای همسایه نیاز دارد. گفتگوها درباره بندر چابهار میان افغانستان، هند و ایران جریان دارد که این مرز تجاری از تحریم ها بر ایران متاثر نشود. گشایش دهلیزهای هوایی در 2 سال اخیر راه بدیلی برای صادرات افغانستان باز کرده. دهلیزهایی که تا حال در 138 پرواز به ارزش 58 میلیون دلار کالاهای تجاری را به کشورهای دیگر رسانده. افغانستان همچنان به تجارت با آسیای میانه به عنوان جایگزینی برای ایران در دوره تحریم‌های اقتصادی این کشور می‌نگرد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. جنگ و فقر در خاورمیانه دغدغه خیلی از ساکنان آن منطقه است. حالا یک آلبوم موسیقی موضوع را با نواهای گوناگون از کشورهای مختلف در خاورمیانه بیان می‌کند. ایده این پروژه در ایران و توسط مهدی رجبیان شکل گرفت. بامداد اسماعیلی نگاهی کرده به این آلبوم. تبلیغ این آلبوم کاملا گویاست. یک نوازنده افغان که به خاطر جنگ صدمه زیادی دیده است و دیگر قادر به نواختن موسیقی نیست. پروژه در خاورمیانه آلبومی است که در آن حدود 100 نوازنده از 12 کشور شرکت کردند. بیش از 1 سال می شود که مهدی رجبیان نوازنده سه‌تار روی این آلبوم موسیقی کار کرده است. من به عنوان یک موزیسین احساس کردم که الان نیاز با زبان موسیقی از دنیا بخوایم که مردمان خاورمیانه نیاز به صلح دارن، نیاز به حقوق بشر دارن، چون خاورمیانه با واجه جنگ غریب نیست و از همه مهمتر اینکه تخریب و ویرانگی جنگ رو همیشه مردمان عادی لمس کردن. مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک است. سال 1394 به خاطر این سایت موسیقی و به اتهام فعالیت غیر مجاز هنری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. او سرانجام پس از سپری کردن 1.5 سال حبس و انجام دادن بیش از 1 ماه اعتصاب قضا به قید وثیقه آزاد شد.
مقدمات اولی آلبوم رو زمانی که من در زندان بودم نوشتم، بعد با موزیسین‌های خاورمیانه در میان گذاشتم و ازشون خواستم که یک تم اولیه موسیقی خودشون رو برای من بفرستن. میشه گفت آلبوم در مراحل پایانی خودش. جدا خوشحالم که در این کار شرکت دارم، در این که موسیقی عراق و فلسطین در کار واحد گره هم بیان. انشالله که این موسیقی پیام خودش رو برسونه. من ایمان دارم که این موسیقی میتونه تغییر ایجاد کنه و این آلبوم و این فکر رو به موفقیت برسونه. بخش عجیب پروژه اینه که تمام موسیقی ها یک حس و یک خفقان رو دنبال میکنن، در صورتی که هیچ کدوم از این موزیسین ها با هم ارتباط نداشتن و موسیقی ها در کشورهای مختلف خاورمیانه ساخته شده و این اتفاق نشان دهنده اینه که مردمان خاورمیانه یک خستگی و یک درد رو تجربه میکنن. البته ما امیدواریم روزی قدرتمندان دنیا به درجه برسن که زبان گفتمانشان جنگ و سرکوب نباشه و ما برای کوچکترین خواسته که نامش میتونه آرامش و حقوق انسانی باشه موسیقی نسازیم. سال گذشته مهدی رجبیان از توی یک شبکه جهانی روزنامه‌نگاری تحقیقاتی جز 10 هنرمند شورشی شناخته شد. او و قمرالملوک وزیری در 37th نشست سالانه سازمان ملل به عنوان دو هنرمند که در دو نسل تحت فشار بودند در پرونده سالانه این سازمان ثبت شدند. آلبوم در خاورمیانه به زودی منتشر می شود و مهدی رجبیان بی صبرانه منتظر بازتاب این اثر است. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.